با عرض سلام خیلی خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از فقط فوتبال. محمد جان چطوری؟ سلام دوش محمد عزیز، خوبی؟ قربونت. امروز مهمون خیلی ویژه داریم از یکی از فوتبالیستای آینده ایران، آقای عرشه مهدوی کیا رو داریم. سلام عرشه. سلام عرض میکنم خدمت شما. ما یکی از مهمونامون الان رسیده. من این اولین اپیزود یوتیوب شما، توی پیج شما، ولی اولین باره که من پشت دوربین هستم و دارم صحبت میکنم به صورت رسمی توی یوتیوب. خیلی خوش اومدی. خیلی خوشحالم. چه چنلتون اسمش زیباست، فقط فوتبال. آره دیگه، یعنی زیبایی چنلتون اینه که فوتبالیا فقط میان، اونایی که تو عمق فوتبالن و اینکه میدونن قشنگ فوتبال یه نوع زندگیه، مثل سر الکس فرگوسن که میگه فوتبال یه زندگیه. واقعا دقیقاً درسته، دقیقاً مثل زندگیه دیگه، قشنگیش هم به همینه. آره دیگه، ببین ما یه جوری فکر کنی تو هر سنی، تو هر رده بندی سن، از دختر تا پسر تو کشورمون فوتبال تو خونمونه، بخوایم نخوایم. دقیقاً فوتباله زندگی رو میچرخونه و امروز خیلی خوشحالیم. دقیقاً. که میتونیم با تو صحبت کنیم. اولا که منم خیلی خوشحالم. میتونیم سوال کنیم چند سال دیگه؟ ببین من الان 20 سالمه، 20 خورده ای سال، 20 خورده ای سالمه دیگه، 26 1281م. فوتبال تو کی شروع کردی؟ حدوداً آره یه ذره بگو از زمین خاکیای کجا شروع کردی؟ ببین فوتبالو اول از مدرسه شروع کردم دیگه، یعنی دورانی که تو مدرسه بودیم، کلاس اول بودیم، یادم این کلاس پنجمیا می اومدن در میزدن میگفتن که عرشی ها رو مثلا یه جوری بفرستید که با ما فوتبال بازی کنه. من کلاس اول بودم، اونا کلاس پنجم بودن. بابا. بعد دیگه از اون موقع تو خونم بود دیگه. بعد دیگه کلاس دوم و سوم و اینا رفتم تو تیم مدرسه. آها. تو تیم مدرسه اونجا انقدر خوب بازی کردم، رفتم تو تیم منطقه دیگه، از اونجا با آکادمی استقلال فوتسال. یه ذره میخوام راجع به مدرسه، سیستم فوتبال مدرسه ایران برامون یه کوچولو میگی که چه جوری بودش؟ آره قوی هست نیست، چه جوریه؟ ببین سیستم فوتبال مدرسه ایران جوریه که مثلا توی کلاسا یه نفر به عنوان کاپیتان توی هر کلاس چند تا بازیکن رو انتخاب میکنه. چند تا بازیکن رو انتخاب میکنه، اون میشن بازیکنای اون تیم اون کلاس. بعد اینا کلاس به کلاس با هم دیگه بازی میکنن تا مثلا یه نفر قهرمان بشه دیگه تو این کلاس ها. مثلا کلاس سوم مثلا کلاس B میره با کلاس پنجم کلاس A بازی میکنه، میتونه مثلا قهرمان بشه. نه منظورم اینه که سیستم آموزشگاهی، منم دوربین اونجا، دوربین روبرومونه، ولی من دارم اینجا شما رو نگاه میکنم، مشکلی نداره که. نه اصلا اشکالی نداره. ببین بعد سوال بعدی که دارم، یعنی هر مدرسه یه تیم نداره که بتونی بین مدارس آموزشگاهی چجوری؟ چرا بعدش حالا اینجا در اینجا بهترین بازیکنایی که بازی کردن توی این مسابقه یه تیم مدرسه تشکیل میدن. آها. یه تیم مدرسه تشکیل میدن، میرن بین مسابقات مدارس، بعد از بین مسابقات مدارس میرن تو مسابقات مناطق. حالا مثلا توی مدرسه ها با هم بازی میکنن، بعد میرن توی مثلا منطقه 1 و منطقه 12 با هم بازی میکنن، منطقه 2 و منطقه مثلا 4 با هم بازی میکنن، بعد همین جوری دیگه تیم کشور تشکیل میشه دیگه. داره خیلی مدارس، اصلا ما خودمون آکادمیمونو که زدیم یه بازیکن به نام میثم رضایی. بله. الان توی چیز بازی میکنه، توی مثل رفسنجان بازی میکنه با حامد لک، اینا حامد لک اینا دوست رفیقامونن، تو مثل رفسنجان بازی میکنه، بازیکن ما بوده. عموم اولین بار بازی اونو دید، اصلا تصمیم گرفت آکادمی ما رو تشکیل بده. یعنی دید همچین عجوبه‌ای تو فوتبال وجود داره، از همون مدرسه اصلا تصمیم گرفت همچین آکادمی و دیگه همچین تشکیلاتی و بازی با بارسلونا. آره، ما کردیم. اف سی کیا یکی از کلابای ایران هست که آقای مهدی مهدوی کیا شروع کردن و واقعا دستشون درد نکنه که سالهای الان چند سالی یه کوچولو راجع به اف سی کیا برامون آکادمی می‌خواستیم بپرسیم. ببین بخوام دقیق بهتون بگم باید از رو نگاه کنم. 2015 ما 2015 این باشگاه رو تشکیل دادیم. یک سال قبلش قرار بود این کارو بکنیم که طبق شرایطی نشد، ولی سال 2015 اولین تورنمنت رو یادمه چیز کردن، از بین تمام شهرها بهترین بازیکن‌ها رو انتخاب کردن برای یه مسابقاتی به نام کوردیال کاپ در اتریش. یه مسابقاتی به نام کوردیال کاپ در اتریش که ما رفتیم اونجا با
در فینال جلوی تیم مونیخ 18-60 چیز شدیم، باختیم و دوم شدیم. و یادگار رستمی که الان آره یادگار رستمی تو تیم پوگون لهستان بازی کنه، شد جوانترین بازیکنی که تو لیگ اروپا بازی کرده تو ایران، یادگار رستمی اونجا بهترین بازیکن شد. یعنی خیلی ما اصلا تورنمنت‌های اروپایی وحشتناک بالا اون تو اون تورنمنت با بایر مونیخ بازی کردن، بایر مونیخ رو بردن. آفرین. من یادم اصلا خود آقا مهدی فکر کنم 2013 از فوتبال خداحافظی کرد، همیشه میگفت یه تصمیمی دارم که انتقال تجربیات به بچه‌های کوچیک‌تر داشته باشم. 2015 میشه دقیقاً 2 سال بعد از این. چه جوریه منیج الان این سوالی که دارم، منیجمنت اون کلابو میدونم پدر شما خودش آقای هادی اینوالف هستن، منیجمنت اون کلاب، حتی ارجنگ یکی از بچهای ونکوور که کانادا ما بچه بودیم، یکی از فوتبالیستای دفاع عالی بود اینجا، اونجا با هم بودیم. چه جوریه الان منیجمنت، چند تا تیم هست، چند تا مربی هست؟ ببین انقدر مربی ها زیاد شدن، انقدر دیگه مربی ها زیاد شدن نمیتونم بگم چند تا مربی داریم، ولی مدیر اصلی باشگاه رو بگین سرمنشأ عموم. خب راجب تیمای آکادمی کیا صحبت میکردیم، تیم بزرگسالان داره، ردای پایه رو که همه میدونیم داره، راجب بزرگسالان هم اگه یه ذره صحبت کنی ممنون میشه. ببین لیگ دو بزرگسالان امسال شرکت کردیم که امروز هم تیممون 5-2 برد، تیم صدر جدول لیگ دو رو 5-2 بردیم امروز، با 2 گل صبحان کمالوند زد، 2 گل رضا میرزاییان زد و 1 گل هم نمیدونم دیگه یکی دیگه از بچه‌هامون زد. ولی آره، ولی هممون هم سن منن، یعنی همه بچه‌ها 20 سالشونه، تیم جوونه، تیم خوبیه، بچه‌ها عالی. بعد تیم پتانسیال بازیکن برای تیم ملی چجوریه؟ میان ایجنت ها میان یا چجوریه الان شما شانس برای رفت به لیگای برتر چجوریه؟ یه ذره راجع به اون سیستم میگی؟ ببین سعی میکنیم ما، چون همه چی داخل خود باشگاه انجام شده، چون همه منیجمنت و همه چی داخل، کسی از بیرون زیاد ورود نمیکنه به باشگاه، ما سعی میکنیم خودمون بازیکن ها رو به تیمای لیگ برتری یا مثلا تیمای اروپایی خودمون بفرستیم. منیجرها و منیجرها اینا کمک میکنن ولی خیلی کمتر، بیشتر سعی میکنیم خودمون، چون خودمون از زحمت کشیدیم. ما چندین سال میلیون دلار که نه، ولی میلیارد ما هزینه کردیم، یعنی برای همین تیم لیگ دو ما حداقل فکر کنم 20 میلیارد فقط امتیاز خریدیم. میدونی چی بگم؟ هر سفر اروپایی که بچه‌ها رفتن، حالا آره بعد سوالی که دارم، خود تو الان پوزیشن چیه، کجا بازی میکنی، چه پستی هستی؟ ببین من هافک چپ بازی میکنم، هافک چپ بالا. چپ پایی، راست پایی؟ چپ پایی. چپ پایی. آره چپ. یعنی سانتر پس از هافک چپی که چپ پایی، بعد سانتراش خوب باشه دیگه، سانترات حتما خوبه ها. ببین خدا رو شکر آره، خدا رو عمود شکر جالبه، عمود دفاع راست خوبی بودش که هافک راست دیگه، نه دیگه عمود دفاعه، عمود هافک حساب نمیشه، نه هافک راست بود آقا مهدی بیشتر. آره ولی سانتراش آره. سانتراش بی اصلا بی نظیر میگم نداریم الان، رامین رضاییان و اینا نمیتونن اون رانایی که مهدی آقا مهدی میکرد. رامین رضاییان میبینی چقدر تمرین میکنه، همش داره تمرین میکنه، ولی بازم اون ببین میدونی یه حالت ماشینی میریزه. آفرین آفرین، ماشینی دقیقا، حالت تمرین شده میریزه، حالت از دل فوتبال نمیریزه. بعد سانتراش قدرت ندارن، سانتر که میکنی باید سانترات قدرت داشته باشه. خوبه. نمیگیم بده، ولی بازیکن قابلیه. بازیکن قابلی. ولی آقا مهدی سانتراش یه جوری بود که فقط کافی بود سرتو بذاری جلو توپ، کار زیادی دقیقا نمیخواست بکنی، میرفت تو گل. هامبورگ، هامبورگ دستش بود، علی دایی میپرید. وای بابا. ببین سوال بعدی که ازت دارم راجب این چه پیرن قشنگی. آره این پیرن چیه؟ این پیرن مال 98 جام جهانی فرانسه. آره با همین پیرن قرمز آقا مهدی به آمریکا گل زد دیگه، همین دقیقاً. عجب آره. عجب روزایی اون دوران هیچ وقت بر نمیگرده. اون فوتبالی که ایران داشت، علی دایی رفت بایرن، خود مهدوی که تو هامبورگ، اینا اصلا اون دوران دیگه تموم شد. اتفاقا خود آقای دایی امروز مصاحبه کرد، گفت از هر نظری
حساب کنی نسل ما بهتر از این نسل الانه. ولی هرچی صحبتی که داریم به نظر من، به نظر من خودت، ماها باید این نسل فوتبال رو یه جورایی کنترل درست کنیم، باید عوض کنیم. من نمیگم من خودم فوتبالیستم، این شدنیه. آره آفرین، ما بازیکنایی داریم که هیچ کس دنیا نمیتونه بگه ما هیچ کدوم از بازیکنامون حرفه‌ای نیستن، استعدادشو داریم. آره دقیقاً دقیقاً. بابا قیافه های ما رو نگاه کن، هممون قیافه همون از اروپایی‌ها خوشتیپ ترین. بابا خودت رو ببین اصلا، قد و هیکل رو نگاه کن، اصلا ژن ایران. بابا ژن ایران بهترین ژن دنیا، چیزی که خوبی داریم برای فوتبال و ورزش. ژن دنیاست. آره دقیقاً درست. الان خود سردار رو ببین، همه سبک سردار رو می‌بینی رفته تو روم، قبول کنیم دیگه، یهویی که خودشو پیدا داره میکنه، به خاطر اینکه رفت با یه سری بازیکنای حرفه‌ای خوب داره بازی میکنه. یعنی این واقعیتیه، ما داریم بازیکن مورینیو. آخ عشق منه استاد مورینیو. خب همین که با مورینیو کار میکنه اصلا خودش یه برده واقعا. فیورت کوچ دنیات کیه؟ کدوم مربی رو بیشتر از همه دوست داری؟ ببین چون پدرم پپ گواردیولا رو دوست داره، منم پپ گواردیولا، ولی من خودم دلی الکس فرگوسن، چون اون دوران رونالدو، چون من خودم ببین من از نظر خودم بزرگترین فن رونالدو تو دنیا، از نظر خودم. پس اصلا دیگه نمیپرسم مسی یا رونالدو، گریه میکردم. آفرین. ببین اصلا رونالدو برای من یه کسیه که واقعا من انگار بزرگترین طرفدارش تو دنیا هم، انقدر دوستش دارم. سوهل اقتصادی هم اینجا. سوهل بیا سلام بکن با هرشو، خیلی دوست داره. آقا سوهل اقتصادی. آره بیا بیا بیا. آقا سوهل اقتصادی. بیا تیم با آقا اقتصادی. آره بذار بیا یه ببینید هرشو رو ببینید. همون سوهل بیا بیا یه شات اوت به ما بده. همون سوهل بیا بیا. چطوری بای؟ بیا پایین. سلام بر سلطان سوهل اقتصادی. بخشید من وسط. آقا سوهل شما از ما شنیدی یا نه؟ آقا سوهل شما از کینگ شنیدین یا نه؟ آقا سوهل زیاد فوتبالی نیست متاسفانه. هنوز نشنیدید ولی نه فوتبالی، نه از لحاظ رپی. آها رپ. از لحاظ رپی. وارد اونم باید بشی. چیز بده شماره شو بده کانکت بکنیم. حتما. راستی راجب این که میدونیم که دوست داری به جای فوتبال در کنار فوتبال، در کنار فوتبال یه هابی هم داری. اوه یا نمیشه گفت هابی، نمیشه گفت هابی. ببین رپ چیزیه که من الان، ببین رپ اصلا داستانش کلن میره توی فازهای دیگه. آره. یعنی اصلا طرز صحبت من برای رپ اصلا یه جور دیگه است. ولی دوست داری موزیکو، دوست داری بری توی رپ فارسی و اینا آهنگم داری میدی؟ قطعاً. خب یه سوال دیگه ای که داشتم، شما به واسطه پدر و عمو طبیعتا پرسپولیسی هستید آقا ارشیاره؟ قطعا ما پرسپولیسی هستیم، قطعا. ایول ایول، منم پرسپولیسی هستم، من استقلالی هم. و الان دقت کنید صدر جدول رو نگاه کنید چه خبره. مهم نیست، آخر فصل جام میدن، آخر فصل جام میخونی. آره استقلال صدر الان، ولی پرسپولیس جاشو میگیره آخر فصل، معلوم میشه آقا ارشیا. ببینم میری استادیوم بازیای خفنی که رفتی، آخرین بازی که رفتی کدوم بود؟ رفتم بازی نیمار رو رفتم، بازی الهلال رو رفتم، بازی نیمار. ایول ایول نیمار رو رفت. ارشیا جان بعد خودت الان برنامه‌ای داری بیای برای فوتبالی چیزی از ایران چجوری لژیونر بشی یا فوتبالتو کجا می‌خوای ادامه بدی؟ قطعا خودم دوست دارم لژیونر شم. من یه تایم طولانی و مصدوم شدم، یعنی یه سال مصدوم شدم، دوباره سال بعدش مصدوم شدم. کجای بدنت؟ زیر شکمم پاره شد، زیر شکمم فتخم پاره شد. اوه هرنیا. آره. چقدر خطرناک. ولی الان دارم ترمیمش میکنم. دیروز با تیم تمرین کردم، چقدرم خوب تمرین کردم، یعنی اصلا آماده بودم. چقدر عالی. ببین از لحاظ قد و هیکلی خیلی میتونی خوب بری. آره، جلو به نظرم مناسب فوتبال کاملا. فوتبالت هم فکر کنم الان تو اوج بتونی، تو از 20 تا 25 بتونی خیلی روش کار کنی. آره خیلی سن مهمی هستی دیگه. نکنم از خودم تعریف نکنم، توی فوتبال خدا رو شکر خیلی خوبم. بخوام از خودم تعریف از خود نباشه، ولی توی فوتبال واقعا خوبم. حالا توی رپ هم توی رپ هم عجوبه تر از فوتبالم هم.
ولی توی فوتبالم هم عجوبم از نظر خودم. اصلا ببین رپر مورد علاقت کیه؟ رپر مورد داخلی علاقم یا خارجی؟ کلن بخوام بگم تراویس اسکاته، کلی بخوام بگم. به به جدید من از ایساب راکی بدم میومد ولی جدیدن استایلش رو دوست دارم. آره ایساب راکی و تراویس اسکات دوتا از رپرهایی هن که واقعا لیریکالن و جذب میکنن آدم. آره تو هم دوستشون داری ها؟ من هم دوستم دارم ولی من به خاطر اینکه یه ذره از عرشه چی سرم برای من 50 سنت پلی بوی کارتی. آره پلی بوی کارتی اینا جدیدن. پلی بوی کارتی عجوبه از رپرهای فارسی. رپر ایرانی که ایران این رپر ایرانی فقط سفر خلصه از نظر من از لحاظ عجوبه بودن. سفر خلصه بچه های خودمون که هستن بحبه. یعنی بچه من که الان تیم خودمو دارم، یه تیم 10-20 نفره، این بردیا براتی، نیکران تیموری، دیگه علی آرمن عالی. یه تیمیم که بابی علو بابی صدا منو داری، یه همچین تیمی داریم، پیمان. ایول اتفاقا سپر با محمد چیزه ایشالله. حالا بتونیم بعدن یه ذره که خواستی تو آهنگ بیشتر چیز کنی با سپر کانکتت کنم. آره بابا آره. ولی سبکی که دورچی دورچی ببین سبکی که میخونم واقعا سبکی که میخونم توی ایران نیومده، هنوز نیومده و دیگه میاد. اسم رپی چیه؟ اسم کینگه. اسم رپیم کینگه. کینگ K9ING9. و اینکه توی رپ حرف دارم برای گفتن، یعنی توی رپ بر حرف دارم برای گفتن، یعنی با هر رپری توی دنیا بگی فریستایل میندازم شرطی. هم اینستاگرام خودتو میذاریم فالو کنیم، هم اف سی کیا. ما خیلی خوشحالیم که تو یه ایرانی هستی که توی 20 ساله هستی، هم توی آره فوتبال. ببین فوتبال و رپ چیزی که الان من خودم 35 سالمه، تو 20 سالته، سنمون هم گفتیم، ولی فرقش اینه که من با اون 35 سال همین سبک فوتبال و رپ رو رفتم جلو، دارم میرم جلو، جفتش رو عاشقشم و جفتش تو زندگیم کمک کرده بهم. آره چیزیه که واقعا همه علاقه، فقط جوونا علاقه دارن. ببین همه میگن رپ شده، رپ حرف از دراگ، حرف از خلافه، ولی رپ داره توی حالت خیابونی بچه آدما رو، بچه خانواده ها رو بهشون یاد میده که شما توی خیابون، توی جایی که تنها توی خیابونی چجوری میتونی گلیم خودتو از آب بکشی بیرون. بابا همه دارن رپ گوش میدن، کل دنیا دارن رپ گوش میدن، نباید به رپ ایراد گرفت. الان من میبینم حالا وارد میگه یه نقش آموزشی تربیتی حتی داره دیگه. دقیقاً هم درست چیزی که میگه. هستش اینه که به خاطر اینکه ما ایرانی ها عادت نداریم به فوش و کلمات زشت و اینا، بابا همه میگن تو کل دنیا بزرگترین آدمای دنیا الان کانیه وست بیلیونره، کیم کارداشیان، کایلی جنر، آره، تراویس اسکات، اینا بیلیونرن، آدمای بزرگین، مگه فوش نمیدن؟ مگه آره. بیاد ایشالله بتونه آره یه ذره ایشالله بهتر داره میشه و ما نمیگیم که رپ بکن برو سمت راه خلاف رپ و اینا، رپ برو به عنوان این که شاعر باشی، سعدی، حافظ، اینا هم رپر بودن، اینا هم به خدا رپر بودن دقیقاً. آفرین. آره چقدر ببین بله. چقدر از این مصاحبه خوشحال شدم باشی. چقدر از این مصاحبه خوشحال شدم. یه سوال فوتبالی دیگه داشتم، گفتی طرفدار کریس رونالدو هستی، همزمان پرسپولیس، انس با پرسپولیس داشت، چه احساسی داشتی، چه جوری بود اوضاع؟ ببین احساس خاصی نداشتم چون چمن خراب بود. احساس خاصی نداشتم چون چمن خراب بود. نه بازی برگشت همین پیروز تو عربستان چمن خوندم مثلا ندیدم. ندیدی بازی رو، بازی برگشت؟ آره منم بازی پرسپولیس النصر میدیدم، دوست داشتم پرسپولیس ببره هر جوری بشه. آره ولی دوست داشتم پرسپولیس ببره. آفرین. ولی دوست داشتم رونالدو یه گل بزنه، گل محمدی رو مثلا 2-1 بشه. آقای گل محمدی تا حالا ارتباط برقرار کردی؟ تا حالا شده بری با بازیکن تیم ملی یکی دو نفر که پرسپولیس یا تیم ملی؟ تیم ملی یا پرسپولیس با کیا در ارتباط بودید میتونی بدونی؟ من با کسی عکس مکس و اینا نمیگیرم، خوشم نمیاد، ولی با تنها فوتبالیستی که اوکی ام حامد لکه. فقط من فقط رفاقتی با حامد لکه، حامد بچه با معرفتی هم هست. ایول ایول ایشالله که بتونیم ببینیم توی جاهای خوب فوتبال یا رپ یا هر جا، هر جایی که خودت دوست داری. آره. حرف آخری نداری برای ویورای ما؟ ببین حرف آخری که دارم، اولا خیلی ممنون از شما که منو دعوت کردیم به چنلتون، خیلی ممنونم. و حرف دومم اینه که رپ و فوتبال الان یه سری ها به من میگن تو نمیتونی
به خاطر اینکه رپ میخونی فوتبال بازی کنی، ولی من رپ تمام وجودمه، من کلا فریستایل رپ میکنم این لیل وین، یعنی من فقط فلبدایه میخونم ولی با قدرت زیاد. آقا یه کاری کنی تو رو خدا، بذارید من هم فوتبالم بازی کنم هم رپ همو کار کنم، تو رو قرآن مجید جلوی منو نگیرید، همین، من فقط همینو میخوام. ایشالله که موفق باشی، ایشالله در هر دو زمینه موفق باشی. آره. به بالاترین جا برسی انشالله. خیلی خوشحال شدیم. یه نکته دیگه بگم بگو. ببین خدا رو شکر کنید از صبح تا شب، خدا رو شکر کنید از ساعتهای جفت، ساعتهای جفتی که میبینید سرچ کنید، پیام فرشتگان رو بگیرید، از اعضای بدنتون تشکر کنید از صبح تا شب، از اعضای بدنتون تشکر کنید که برای شما کار میکنن، صبح تا شب به مراقبه بشینید، به خدا وصل شید، چاکراهاتون رو باز کنید، همین همین. دست درد نکنید. مرسی که امید دیدار مجدد در یه جایگاه بهتر ما شرکت کردید. خدا نگهدار.